دور میفرستم خدمت همه شما دوستان عزیزان سروران خب بارها صحبت کردیم گفتیم که دشمن رسانه هایی رو راه انداخته برای حمله نظام به ایران برای همکاری و خیانت به ایران خیلی ها دیگه فهمیدن یه دم نمیخوان بفهمند ما برای اونایی که فهمیدن یا نمیخوان بفهمن این یک برنامه رو مشخصا نمیسازیم اینا رو برای ثبت در تاریخ چگونه یک کشوری داره رو پای خودش وای میسه تاریخش مشخصه ما کاری با نظام کنونی نداریم ببین همه اینا در یک روند تاریخی جمهوری اسلامی هم در یک روند تاریخی برآمده از یک روند تاریخیه که به وجود اومده اینا واقعا بعد وقتا یه سری مباحث مطرح میشه واقعا شوخیه جمهوری اسلامی برآمده از یک روند تاریخی است و اقتضاعات منطقه و اقتضاعات کشورمون با توجه به تاریخ قمنگیز حداقل چند قرن گذشته ما ببیجه تاریخ استعماری که از زمانی که بروکراسی اداری به این شکل در اومده حداقل در سه قرن گذشته حالا در یک نگاه عمیق‌تر در 14 قرن گذشته بعد از سقوط ساسانیان و تاریخ خون و بعدش هم که میگم حالا یه پدیده به نام مثلا به وجود اومدن نه پیدا کردن نفت یه پدیده به نام استعمار دریایی بریتانیا و فرانسه همه اینها رو وقتی که بذاریم کنار همدیگه با جنگ‌های منطقه‌ای و غیره متوجه میشیم جمهوری اسلامی کاری که داره امروز میکنه برآمده از یک حرکت تاریخیه حالا شما به عنوان یک ایرانی برید در کنار بربری ترین بخش دشمنان ایران اونم عربستان سعودی در صدای ریاض تبلیغ جنگ بکنی اینا باید ثبت در تاریخ بشه ثبت در تاریخ باید بشه اجازه بدید ببینید منظورم چیه برنامه بوده در صدای ریاض با خیلی جالبه محور همشون جمعه خانم ثابتی که مشکوک به بهایت آیه منوشه امیر که رسما صحیح نیسته و دو تا دیگه از که وابسته به جریان غرب یعنی شما نگاه کنید میمه. این تصویر خب خو به خود با در بستر یک فضای عربی عربستان سعودی این تصویر به خودی خود نشان میده محور عبری عربی غربی محور عبریش آقای منوشه امیر و حتی خانم ثابتی چون می جریان بهاییت هم یکی از شاخه های جریان ابریس دیگه و دو تن که غرب هستن این آقای ندیمین اینا همشون غربگران که این اصلا برای ناتو کار میکنه ایشون یکی از پژوهشگران ناتوه ایشون یکی از پژوهشگران ناتوه اینا که غربگرا هم بستره بستر عربیه محور دشمنی با ایران محور ابری عربی غربی در برابر قطب بزرگ آریایی حالا امروز قطب بزرگ آریایی رهبرش آقای خامنه ایه اینا نکاتیه که شما باید مسائل تمدنی نگاه کنی. دشمن رو داری نگاه میکنی یعنی یک عنصر ایران پرست توشون نمیبینید حتی ایران پرست فیک هم توشون نمیبینید ما داریم دیگه جریان ملی فیک رضا باز داریم دیگه حتی اونا هم دیگه نمیبینید دقت کن چون بالاخره اونا هم چی دارن لیبل در حقیقت یک ملی بهشون زده شده حالا درسته ملی فیک مبتذلی دارن این لیبل چیه لیبلشون در حقیقت ملی گرایی اونا هم دیگه نمیبینید یعنی من دارم رسانه رو رصد میکنم تماما این محور ابری عربی غربی که حتی علی محمد رضا شاه گرفته این اینا رو میبینید حالا اظهاراتشون گوش کنیم خیلی جالبه به نظر من ایران تصمیم داره که به اون می دست پیدا بکنه جمهوری اسلامی این تصمیم گرفته که تبدیل به یک نیروی حسلی پنهان با چراغ خاموش بشه آنچه که در اسرائیل بهش رسیدن و سعی میکنن که به حکومت پرزیدنت بایدن و دیگران القا بکنم لزوم تغییر رژیم در ایرانه از لحظه ای که این رژیم تغییر پیدا کنه این پایان برنامه های اتمی حکومت ایران خواهد بعد از 11 سپتامبر و حمله به اون برش های معروف در آمریکا یه تغییری در حقوق بینرمند پیدا شده بر این مبنا که اگر کشوری منشه تهدید امنیتی برای کشور دیگر میشه اقدامات پیشگیرانه حتی حمله پیشگیرانه جایز شمرده فهمیدی؟ بعد از حمله 11 سپتامبر که خود آمریکایی‌ها انجامش دادن قانونای بین‌المللی دیگه بهتون میگم این قوانین قوانینی نیست که در حقیقت در خدمت فاتحان برآمده پس جنگ جهانی دوم مافیای جهانی است از سازمان ملل حقوق بشر همه اینا رو بگیرید بعد داره چی میگه 11 سپتامبر که خود آمریکایی‌ها انجام دادن میگه میشه چهار تا عرب پاپتی پابرهنه بتونن یه همچی حرکتی رو بدون کمک لوجستیکی خود سرویس های امنیتی آمریکا انجام داده باشن دقیقا هم بدونن تو کدوم طبقه مثلا این برجای 11 سپتام بر اون برجای دوقلو باید بزنن در 11 سپتام که اینجوری هم فرو بریزه بعد میان حالا قانون تعیین میکنن آقا حمله پیشگیرانه و ایشون داره الان میگه که آقا ما جمهوری اسلامی علنی ادعا میکنه که بمب اتم نمیخوام ولی ما چه میدونیم شاید بخواد برای همین چون ما نمیدونیم اینا اصل بر گناهکار بودن ایرانه اصل بر گناهکار بودن اینا تازه اینکه خودش بمب اتم داشته باشیم گناهی نیست از نگاه اینا اینکه که ما حق دفاع از خودمون رو اخی تمام دوروریای ما بمب اتم دارن ما میخوایم داشته باشیم میگه این گناهه یعنی دفاع از خود بالا بردن بنیه دفاعی تقویت بنیه دفاعی کشور و اینا گناه میدونن میگن حالا همین گناه هم ثابت نشده ولی ما حمله پیشگیرانه بکنیم به ایران و اینا وطن فروش نیستن یادتون باشه وطن فروش بقیه ما هاییم که داریم از کشور دفاع میکنیم اینا وطن پرستن شده. ما به منافع ملیمون عنوان منافع ملیمون نیروهای ملی و اپوزیسیون باید به هر شکلی که میتونیم شرایطی به وجود بیاریم که حکومت به صلاح از بین بره حکومت دیگر سر... میگه که آمریکا و غیره و متحدانش یه قانونی دارن برای از 11 سپتامبر که حمله پیشگیرانه بکنیم حالا خود اصل 11 سپتامبر که زیر سواله حالا حمله پیشگیرانه برای چی برای که ما میخوایم از حق طبیعی خودمون که داشتن مثلا سلاح هسته اینا باشه تازه ما نمیخوایم تازه گفتیم انرژی هسته ای حکومت اینو میگه اینو یا حرف ما ملی گراست که اینم حتی جمهوری اسلامی تا الان میگه آقا مثلا بمب اتم من حرم کردم این چیزای علنیه دیگه تازه اگرم بخوایم حق مشروع بنیه دفاعیمون رو رو تقویت کنیم با توجه به تاریخی که بر ما گذشته تاریخمون هم که روشنه رضا که دیگه اون موقع که خمینی نبود که رضا رو با اون خفت خاری بردن خب اگر این رضا قدرت نظامی داشت با اون خفت خاری از ایران اخراجش نمیکردن ما این تاریخ رو پشت سر گذاشتیم حالا میخوایم بنیه دفاعی خودمون رو تقویت کنیم میگن نه اولا این گناهه تا این گناهت هم ثابت نشده من باید حمله کنم بعد این فرد به عنوان یک فرد اپوزیسیون در رسانه سعودی نشنال میگه که بیایم که مثلا به خاطر وطن اگر مثلا بیایم به آمریکا یا اسرائیل بگیم به وطن ما حمله نکن ما خودمون جمهوری اسلامی رو برانداز میکنیم شما دیگه حتی زحمت حمله به ایران هم نکن ما خودمون میریم ایران رو براتون تسلیم میکنیم ما خائنین میریم جمهوری اسلامی که داره مقاومت میکنه رو برانداز میکنیم تقدیم شما میکنیم دقیقا توتون پنجم هم دیگه رد کردن یه تعریف جدیدی برای این جریان بد داشته باشه مثل مجاهدین خلق در یه سری عملیاتا به صدام گفتن بکش کنار ما میریم مثلا فروغ جاویدان انجام میدیم فروغ جاویدان رفت و پاچهشون شد عملیات مرسان هنوز هم رو هن. این همه کشته دادن و میگم فروغ جاویدان شانس اینا موفق نشدن واقعا حکایتیه یعنی اپوزیسیون در تمامی ابعاد شکست هم میخوره پر روه من خیلی جالبه اینجا یک درگیری که داریم طرف کشوندن پلیس دستمند من بکزدم گوشه دیوارش گذاشتم عکس انداختن بعد توی دادگاه به عنوان متهم خرکشش کردیم آوردیمش باز این برای ما قتقت قد میکنه حالا مثل مجاهدینه شانس آوردیم در این عملیات فروغ جاویدان مجاهدین دستاوردی نداشتن و اگر نه دیگه چی میگوتن هنوز هم میگید فروغ جاویدان خب اگه این فروغ جاویدانه بس چرا شما ها تو پاریس و آلبانی هستید فروغ جاویدان اگر نتیجه میداد که شما باید وسط تهران باشید نه اینکه همتون دیگه کارتون به پوشک پوشیدن باشه خب مثل مجایدین خلق این انصار به عنوان کار نشناس میگه که بیایید ما جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم دقیقا یاد تئوری و دکترین ریچارد نیکسون میافتم پیروزی بدون جنگ میگه بیاید برای آمریکایا و اسرائیلیا پیروزی بدون جنگ رقم بزنیم بدون که اونا تلفات بدن ما بریم کشور رو تسلیم کنیم با خود مردم ایران جمهوری اسلامی رو باعث سقوطش بدیم بشین بگیم بفرما تقدیم شما آمریکایا و اسرائیلیا توف شرافتتون توف به شرافتتون مردم ایران آمادگی ذهنی دارن فقط یک مقدار مردم ایران آمادگی ذهنی ندارن مردم ایران اسکولیسم ذهنی دارن اسکالیسم ذهنی زه... دارم اونم به خاطر دیدن برنامه‌ای به مانند به خاطر مخشوی 100 ساله نمیگم 40 ساله و 43 ساله مخشوی 100 ساله همین کسافت کاری ها رو علی محمد رضا شام کردید همین کسافت کاری ها رو در بی بی سی علی رضا شام کردید دیگه ما که یادمونه دیگه اینا رو خوندیم یعنی یادمونه که خوندیم سنمون که قد نمیده ولی خوندیم مثلا تاریخ مثل چی جلو میگم یادمونه همین اینا رو کتاباشو چند سال پیش خوندیم و تمام اینا رو در حقیقت تاریخ و قشنگ بررسی کردیم این در حقیقت میگه مردم ایران آمادگی ذهنی دارن یعنی چی یعنی انقدر معنریق رسانه و اینا مخشوی کردیم مردم ایران اسکولیسم ذهنی دارن آمادن که علیه کشور خودشون بلندشن پوش و کمک از کش... جانب کشورهای دیگر میخوان در این مردم رو آماده تر میکنه برای خیزش هر چقدر که برنامه هسته ایران پیشتر میره طبیعتاً این نگرانی بین آمریکا و اسرائیل نزدیکتر میشه راه حلی که پیش پاشون گذاشته میشه با توجه به کندی پیش، پیشرفت مذاکرات هسته طبیعتاً راه حل نظامی میتونه باشه البته در مرحله بعد از تحریم های بیشتر حالا میگه حمله نظامی هم هستش توی آینده منتها قبل از تحریم های بیشتر نگاه کنید اینکه در این سال اخیر ایران به شدت تحت تحریم ها بوده اگر کوتاه نیاد در این مورد این مثلا یه دونه چیز پژوهش کرده عادی نیست این در همون اتاق فکر آتلانتیک شمالی داره در حقیقت چیکار میکنه تئوری میدن اینا اینا کسانی هستند که به سرویس های جاسوسی نزدیکن اینا در اندیشکده های مختلف دارن تئوری میدن به آمریکا یا اینا البته حالا آمریکایی اینا کار خودشونو میکنن ولی اینا هم کسانی هستن که شما درست خیانت میکنی خیانتت هم نتیجه نداره ولی از اصل خیانت که چیزی رو کم نمیکنه مهم این نیستش که حالا اینا مثلا نتیجه داره حرفشون یا نداره معلومه که نداشه 43 ساله که نداره آمریکا که جرأت حمله بین ولی چیزی از بار خیانت اینا کم نمیکنه و, و به مذاکرات بشه شکل مثبت برنگرده طبیعتا راه حل نظامی کاملا مطرح است خب این حقیقت داستان دوستان اینا با ثبت در تاریخ بشه چگونه کشوری داره مقاومت میکنه کشوری میخواد رو پای خودش بیسه و چگونه عناصری از همون کشور به عنوان مثلا کسانی که ایرانی هستن دارن خیانت میکنن و میان در فضای فکسازی سازماندهی افکار در خدمت سرویس های بیگانه قرار میگیرن و علیه کشور خودشون میان پاپوش درست میکنن علیه کشور خودشون میگن آقا جمهوری اسلامی اصلا خیلی جالبه پیشورد همه چیز جمهوری اسلامی مقصره باید حمله کنیم به ایران مثل روشنه مثل خیلی روشنه امروز دیگه به نظر من کشی روشنه وطن پرست و وطن فروش حالا کسانی که وطن پرست هم میتونن به هر نایی باشه یا بگه من وطن قبول ندارم مذهبی هم فلا نمینم حالا به هر بهانه این ور خط باشه اون وری هم مثلا میگه آقا ما وطن پرستیم و فلانیم و عاشق ایرانیم و... ولی به هر حال عمل کردش اینا اون ور خط باشه در کنار وطن فروش ها باشه اصلا دیگه به حرف نیست به لفظی نیست به لب و دهن نیست این خطه کشیده شده یا وطن پرستی یا وطن فروشی حالا با هر نامی ذیل هر نامی ذیل هر تایتلی اونش دیگه مهم نیست کجا قرار داری و اینها مطمئنا در جبهه دشمنان ایران قرار دارن و ما مطمئنا در کنار وطن پرستان قرار داریم به خاطر که ما میگیم آقا جان از کشورمون دفاع داریم میکنیم هر جور با هر زاویه ای آیندگان امروز که خب اونا هیچ رو قبول نداره آیندگان بالاخره میان بررسی میکنن همونطور که امروز ما تاریخ رو میخونیم میتونیم یه خود با نگاه دقیق تری به تاریخ نگاه کنیم بررسی میکنن اینا تو وطن فروشن اینا وطن فروش هم. اینا عاملن هست حال قرومتون برم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید ببینید چگونه مبلغ حمله و تحریم به ایران هستن شرمتان باد پاینده ایران و بدرود